درود بر شما دوستان عزیز دل، حال دلتون چطوره؟ شیخ تاکسیک هستم، قدیمی ترهای کانال به ما افتخار آشنایی دادند. امروز مانند گذشته بازگشتم تا یک داستان از کتاب مقدس ماینکرافت براتون تعریف کنم راجع به اجازه بدین قهوه‌م داره سرد میشه. این که مال گی های بابا. دیروز نزد یکی از نزدیکانم بودم، گفتا یا شیخ. گفتم بله. گفت که سرانجام عاقبت تراب چه میشود، به کجا خواهد رفت؟ صد و خورده ای قسمت از هاردکور چیه توضیح بده کامنت. صد و خورده ای قسمت گذشته و هنوز سرنوشتش معلوم نیست. گفتمش بشین تا حدیثی برایت روایت کنم. حدیث این بود که گوخوریج به تو نیومده. اختراع جالبی، زمان ما اسپرسو نبود. اون موقع ها شیر گاو رو ور می داشت لیمان دوش یه ذره تریه. خلاصه داشتم میگه داستان رو بگم. فالتون اول بگیرم، هممون بگیریم چون نوشه تو ایرانی. این فالمون اول. حالا بریم سراغ داستان. چرا خالیه؟ پس تو دوربین معلوم شد که خالیه. یه جای پر رو بیار. تراب قصه ما که بود و چه کرد؟ سازنده ماینکرافت، سازنده هاردکور، مخترع پارکور، نمیدونم از اینها بود دیگه. همه تون اینو میدونید کلن ماینکرافت آقا تراب ساخته و هاردکور سری بازگشت آقا تراب که انتقامی بر ماب ها و ساخت فارم هاشون بود. دیگر به جایی رسیده بود که فارمی برای ساخت تقریبا وجود نداشت و مابی نمونده بود که تراب انتقام نگرفته باشه بابت هاردکور ها و سری ها و مرگ های قبلی و فارم همه اونها رو ساخته بود. پس خیلی مهمه که تراب اولین و مهمترین هدف این سری یعنی انتقام رو کامل کرد، ولی زندگی که بر پایه انتقام باشه تهش بدبختیه. تراب نیاز به تنوعی داشت، پس تصمیم به مهاجرت گرفت چون که دیگه خونش خیلی تکراری شده بود. تصمیم به ترک سرزمین و نقل و انتقال جدیدی گرفت. باشد که مهاجرت در پای رحمت بیشتری رو به روی او بگشاید و همچنین به روی ما. تا داستان بعدی شیخ تاکسیک میره. اگه دوست داشتید بازم شیخ تاکسیک بیان دیه 7-8-15-40 تا کامنت بذار. چشم ببخشید اومدم نمیذاره که. تشکر میکنم. آقا ما کلی صحبت کردیم، اجازه دادن این اپیزود و ما به جای آقا عرفان تاکسیک بشینیم همینجا با هم بریم مپو ببین. داد نمیزنم. به من گفتن که از این ابزار به اسم هدست استفاده اختراع جالبی زمان ما نبود. چقدر قشنگه. قبلش بریم با هم داستان روایت این مهاجرت رو ببینید و برگردید پیش من. بله آقا، من داشتم از سر ساخت اون فارم چیز برمیگشتم، فارم گواردین که ساختیم، اسفالتش هنوز دستم، بعد دیدم کلی اسکافولدینگ داریم، بعد از ندر برگشتم اونجا یه پورتال نصفه بود. گفتم بالاخره این کارهایی که میگیم مثلا موقت اینو بزنیم فلانشه، بعد هیچ وقت از حالت موقت گفت آقا تا اینجا من اینو درست کنیم مثلا رو هوا داریم میریم، نمیتونیم یهو بریم تو این، بعد بیایم از پایین شروع کنیم بالا رفت. میدونی یه چیز سختیه. خب اسکافولدینگ دستم، خب اینجا اسکافولدینگ بزنیم. ها خیلی این قسمت ندرمون مهمه. آقا میره رو سقف ندر. این چوبو چیه؟ من واقعا بابت بی سلیقگی بازیم عذرخواهی میکنم. اینا بی سلیقگی بازی، بذار من اینا رو بردارم. بالاخره دارم تو ماینکرافت بعد از سالها بازی کردم به گشادیم غلبه میکنم. این خیلی مهمه. نقطه عطف آقا تراب، حاج تراب البته. آقا درست بزنه. این الان مستقیم کجا میره؟ قاجه آسمان چشم او آینه یکیست، آنکه چون آینه با من رو به رو بود. درد و نفرین، درد و نفرین. آها تمام. یه ذره اینجا رو گشاد مشاد کن، میدونی آدم بتونه نفس بکشه. آقا برای کاری که میخوام بکنیم بیل نیاز داریم، برای دارم بیلم جون ندارم. بریم میخوای یه دقیقه چیز فارم ایکس پی اندرمنمون اینو تعمیر کنیم، بیایم سریع ترین حالتی که میتونیم، سریع ترین البته و ارزون ترین تقریبا حالتی که میتونیم الان.
آتش چانک لودر اینجاست. ای سوختم بر پدرت. ای فارم چیز شن که هیچ وقت داشت ازوار نمی کنیم برای سگ نمی که جمع کردن شن کار لذت بخشی. آخه هر بار خواستم بگم که دوست دارم، زبونم بند اومد بریده شده افکارم. اگه از من اعتراف میخوای تو باز ناچارم. به به اندرمنیون عزیز، بمیر بی پدر مادر. وای حاجی، ما اسپان پوینت تو خونمون چون نزدیم الان میریم چیز، میریم نقطه اسپان بازی. ای فارم شالکر باشه، میخوام با تو جایی بشینم کنار توشه مهتابه بشینم. حاجی این فارمه رو اصلا یادم نبود جاشم، نمیدونستم کجاست. این فارم ویچمونه که در واقع ردستون و اینها تولید میکنه. خب در مرحله اول دستمون رو خالی میکنیم و میریم سراغ اوشن مانیمنت و ببینیم که بعد چه کارش بکنه. یعنی میدونم بعد چه کارش کنیم، ولی خب بریم عملش کنیم. اگه این 4 تا تخم که اینا گرفتم یه دونش جوجه بشه، من یکیشونو میکشم که تعادل جمعیت حفظ شه. شانس آوردید جوجه نشد، ولی باز یکتون رو میکشم که این مرغ رو خام خام بخورم و نشون بدم که اینجا قدرت دست کیه. بله اسفنجامونو برم داریم چون نیاز داریم الان به اسفنجامون. حالا بهتون میگم چرا، چون داخل خود اوشن رم خوش کردیم، ولی اون چیزاش هم باید خوش کنیم. حالا بهتون میگم یه مقدار بلیز میبریم برای پخت و پز اونجا توی فرنیس. پخت و پز البته منظورم خوش کردن اسفنجاست. اسکافولدینگ هم یه مقدار داریم واسه اون تمیز کردن اوشن نیاز داریم، اسفنج نیاز داریم خود اونو و البته بقیه اسفنجام برم دارم که از همه اسفنج استفاده کنم. باشم خیس ماشاءالله. حالا خوش می‌کنیم. نکته بعدی که بلکم وقت هم می‌خوایم که اینجا فکر نکنم داشته باشیم و یه مقدار بیشتری البته چیز می‌خوایم. فایر ورک می‌خوایم. We got a lot of gunpowder. We can put it in the black shulker. Okay man. Oh, I like this. و زهرمار. چوب شوک گذاری از شهر تو. اوه چه گوهکاری حاجی، گوهکاری اندر گوهکاریه. خب کاکو ببین، هر مرحله اول که ما باید اینا رو تمیز بکنیم، مرحله اول تمیز بکنیم یعنی که این شنا، این درت حاجی. ببین شاید بگی که اینا کمه مثلا تمیز کردن شروعته، ولی تمیز کردن همینا انقدر سخته، بعد روشون دونه دونه فرود بیه و بعد بیل بکر خودم بریم تو کارش. یخ دیگه اونجا یه پلتفرم داریم که اینا مثلا حالا بزن چیز کنم. من چون الان اسفنجامون هم به زوری نیاز داریم، ما که اینا رو آوردیم دیگه. یه مقدار چست هم بالا نمیدونم چرا، ولی آوردم. چستا رو میذاریم تو این چستا. چست در اندر چست شد. بسم الله. این یه تیکر چرا دیواراشو برنراشم در ای وای وای حاجی وای کار سختیه. وای 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 کار سختیه. وای وای کار سختیه. I need some torches. اوکی بذار اینجا بردارم. You know what I need this for? I tell you. Oh, I found a slime chunk. Okay. That's good. That's very good. I need a torch for this. Look. It is now easy. آره. We put it here, then we put it here. بح بح. فقط سعی میکنم که تو خود اوشن مانیومنت نرینم که خراب نشه و اینم بزن اینا رو بکن و اینجا توشو باید خوش کنیم. حالا اول ولی بلاک های اضافه رو برمیداریم. همه اینا اضافه است. همه اینا همه اضافه. حاجی یه رویندم این زیر حتی توش امرالد ممرالده. او ولم کن بزن بپکونش. تخریب آثار باستانی کار زشتیه، ولی خب ما مجبوریم. میدونیم ما چاره ای نداریم. سبحان الله این شنمون رو هوا. سبحان الله از کجا فهمیدی ماینکرافت پلیرم؟ میخوام با تو جایی برینم. آثار باستانی خیلی مستحکم که با ابسیدین ساخته شده. بله. ولی ما اونم تخریب میکنیم و اصلا چیزی جلودار ما نیست. این اوشن مانیومنت خیلی آثار باستانی مهمیه. واسه ما داریم در حفظش کوشاییم. ما آبشو خوش کردیم که این پوسیده نشه، میدونی؟ یعنی خوبه واسه اوشن این کاری که ما کردیم. حالا درسته که این کل اکوسیستم اینجا نابود میشه و ماهیاش و همه چیش میمیره. ولی به جاش این سنگا سالم میمونه و ما میتونیم خونه بزنیم. یعنی منظورم اینه که این سنگا رو میتونیم از زیباییش لذت ببریم. ملت برن بیان. اگر من برای اینکه اینجا رو بیس خودم کنم و اینا، نه این کارو نمیکنم. برای خودخواهی نیست این کار من. به خاطر حفظ محیط زیست. آقا اون یه سری بلک ملاگا که رو هوا بود و برداشتن در مرحله اول این کار رو کردیم. در وهله بعدی این قسمت اوشن که حالت ورودیه، این سطح رو در نظر میگیریم و یعنی وای 39 میشه، اینجا رو پارکت میکنیم و به این ارتفاع کل اینجا رو پارکت میکنیم. پس باید مثلا اینا رو بکنیم، اینا رو برداریم، ولی بعد بریم چند تا چیز بیاریم. مقدار زیادی از اون پارکتی که میخوایم که احتمالاً سنگ باشه، یه نوع از این سنگ نه ها، بریکتور اینجا رو پارکت میکنیم.
از اون مقدار زیادی باید بریم بیاریم، بیکن بیاریم بسازیم که بتونیم سنگا رو با سرعت بالا بکنیم، کلا بیکن تو اوشن باشه خب اون وسط اینو بیکن بزنیم. الان بریم همین یه حرکت بکنم کلی طول بکشه، بریم سنگ منگا رو ورداریم بیاییم بلاک اضافه رو کم کم دیگه انقدر ورم داریم که کامل تمام بشه. همین این حاجی دو سه تا بلاکای کمی رو هوا بود، دو سه تا گیر، ولی همونا خیلی کندنش عذاب آور بود. رفیق من سنگ صبور غم ها به دیدنم بیا که خیلی تنها، عشقی نمی فهمه چه حالی دارم چه دنیا. بیکن باشه پولدار باشه، خب این بوده بیکن، اینم متریالی که ازش استفاده میکنیم و بریم سنگم برداریم. و البته یه استون کاتر، که استون کاتر دوستان، استون کاتر یه دونه آهن میخوام. بیدنه که نه، بیدنه سنگ. حالا اکبر اینجا میزنی بفرما، استون کاتر آماده AFK میکنیم، بس اجازه بدیم. آها حالا اینجوری راحت سنگ در میاریم، تمام بریم آقا. خب ماشاءالله این فرم خیلی سریعه، خدا بده برکتی 7-8 دقیقه کمتر البته AFK کردیم و مقدار قابل قبولی سنگ به دست اومد دیگه. حالا اینا رو مستقیم میچکنیم دو شالکر میبریم. حاجی آقا اوشن رو گم کردم. یعنی چی مگه میشه اوشن به اون گندگی رو گم کرد؟ آه یافتم سایتون مستدام. خیلی خب ببین کاکو، این مرحله یه مقداری سخت، خب سخت که نیست البته. بذار اول این بالا اینجا بیکن بخوایم بسازیم، چیز میشه که به پایین نمیرسه حاجی. کن فول میسازیم که هیست دو بگیریم، یه عشق و حال دیگه. بچه ببینید یهو وسط ساخت این بیکن یه سوال خیلی عجیب و جالبی البته بزنم، مثل این که خب موقعی ما داشتیم اوشن رو خوش میکردیم، خب اینجا همش آب بود، اقیانوس بود، گاردین بود اینا، بعد ما اون بیرون یه دونه پلتفرم رو آب ساختیم که وسایلمون اونجا بذاریم. الان که اینجا کامل خوش که چرا باز میبرم میذارم اونجا؟ خب بیارم اینجا دیگه، مگه اینجا چی داره که اونجا نداره؟ یعنی اونجا چی داره که اینجا نداره در واقع؟ خب همینجا و چند تا آهنم بده و بیکن رو بذار. بسم الله الرحمن الرحیم، علا برکت الله زارد، رفت به سوی خدا. بله اینم میذاریم و اکبر مرکنه هیست دو. اکبر الان هیست دو داریم، آه به سرعت بالا بلاک رو میکنه، فقط رو خدا نرین تو بلاک های اوشن. خب قبل از اینکه شروع کنیم به پارکت کاری، بعد سطحی که میخوایم پارکت کنیم و یعنی اینجا رو خالی کنیم، یعنی وقتی وایسیدیم روی وایسی و 8 در واقع وایسیدیم، وایسی و 9 خالی کنیم، اینا رو قشنگ یک سطح کنیم، بعد شروع کنیم پارکت کاری. بسم الله الرحمن الرحیم، یه ذره کار سخت، سخت که نیست، طولانیه فقط. و اینا رو هم که اکبر میذاریم بغل بیکنمون فعلا، خدا رو شکر که جان کربری باشه. خب اینجا همسط شد، ببین اینور نه مثلا اینجا یکی دو لایه است، این نه اینجا هم زیاده، بزنم وایش چنده اینجا؟ نه 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 اینجا تازه پایین تر هم هست. اوکیه اینجا یه ذره سخته، و همه اینجا از همه سخته بود که ما سخته رو اول انجام دادیم. بریم برای پارکت کاری، اینجا یکی سوراخ مهم نیست پرو کنیم چون روش پارکت میاد. بله تمام، بهتره که این وسیله ها رو این بیرون بذاریم که دیگه اون تو شلوغ تر رو الکی چرت و پرت کاری نشه. گزینه هایی که داریم برای اسلب، آها همینه میخواستم منظورم بود، استون بریک اسلب، هر یه استک سنگ دو استک چیز میده، اسلب میده، کمه که باید بیشتر بده که. کوکو خو این که خیلی کم که، والا نیاز الکل والا خوبه در کل، گاهی لازمه مست کنیم و بشیم خل. ببین اکبر اینجوری به این شکل میخوایم پارکت کاری کنیم، قشنگ یک دست زیبا بشه اینجا، بر روش بتیم همه چی بذاریم، با بلاک هم نمی کنیم که صرف جویی بشه. دوستانی که میگن چرا رو همون قبلی‌ها رو مثلا اسلب نزدی، فرض کن الان اینجا مثلا سنگ بود، خب روش وقتی اسلب بزنی دوست عزیز، وقت روش دیگه نمیتونی هیچی بذاری جز خود اسلب. ببین مثلا ببین تورچ نمیشه روش گذاشت، نمیدونم بل نه زهر مار بلاک نمیشه شد، اینجوری تخمه میشه واسه همه ریدم تو اوشن بادیو. بله به همه الان ما مجبور شدیم بکنیم که از صفر اسلب کاری کنیم. صدای شلاب شلوب، بله بالاخره صدای نادرست این تو میاد. آقا بریم
پس از مقداری تلاش با سنگایی که آورده بودیم کافی بود. من فکر میکردم کم بیاد ولی خب ارزش خیلی نبود. بله اینجا رو سنگ فرش کردیم و دور تا دور رو کامل خیلی قشنگ شد. زیبا رفت دایی جان، لذت میبرم. به به دایی به به. حالا قبل اینکه اینجا چیزی بذاریم بعد تکلیف این دیوارا رو مشخص کنیم که از جنس شنه و چیز خیلی زیبایی نیست. در ضمن وقتی که بعداً داخل خود اوشنم خوش کردیم بعد کف یه سری از جای اوشنم شاید اینجوری سنگ فرش کنیم. این مونده حاجی. بله خب به هر حال نکته یکی از اینه که اگر بخوایم شیشه بزنیم قشنگ میشه، مثل آکواریوم میشه، بیرونش معلوم میشه. خیلی دوست دارم شیشه باشه ولی بلاک دیگه هم خیلی باحال نمیشه. حالا نکته بدبختیزاش میدونی کجاست؟ اینکه چقدر ما شیشه میخوایم. باید حساب کنیم هر دیوار چقدره. مثلا این دیوار به نظر راست داره، همین یه رونه دیوار رو حساب کنیم مسافتش ببینیم چقدره. ارتفاعش که الان مثلا وای 39 ایم، بریم بالا وایسیم چون ارتفاعش هم بعد در نظر بگیریم. الان اینجا وای 63 میشه، یعنی 24 تقریبا طولشه. خب در نظر میگیریم 24. حالا از اینجا تا چیزام بعد حساب کنیم، یعنی تو ببخشید میگم ارتفاعش بود 24 ارتفاعشه، حالا طولش هم حساب کنیم چه تقریبا 79 طولش ضرب داره 25 طول ضرب داره ارتفاع میشه مساحتش. خب دو تا عرض ضرب کنیم میشه 1975 شیشه. فقط این یه دیوار میخواد 1975 شیشه که تقسیم 64 کنیم میشه تقریبا 30 استک شیشه فقط اون دیوار میخواد. و اگه ضرب داره 4 کنیم برای 4 تا دیوار میشه تقریبا 120 استک شیشه که حالا بذاره بالا پنس. ما در نظر میگیم 130 40 استک که خب خیلیه، انزاوان خیلیه. نمیتونیم همین شن ها رو برداریم ببریم شیشش کنیم چون که آب میاد دوباره داستان میشه خوش کردنش. البته بعد دیوار بذاری دوباره آب میره ها. ولی بیایم مرحله جایگزینی این دیوار شنی رو با شیشه شروع کنیم. کندنش که کاری نداره، از زیر میزنیم میکنیم. گذاشتنش ذره سخته که ولی خب چون اونورش آبه کلا داستانه دیگه. گونه اون بالا. به هر حال ما باید بریم حالا مثلا برای شروع 30 40 استک بیاریم شیشه که یه ورا چیز کنیم دیگه. یه شالکری بردار اینا رو بده من. اینا رو میذاریم اینجا. سنگ منگارو فعلا. بریم شم بیاریم و یکم فرنیس هم نمیخواد بریم چون فکر کنم اینجا آره سنگ زیاد داریم. بفرمایید بذاره اگر این پلتفرم رو ما بزرگتر کنیم عالی مره دایی. اجازه بدید. نه اجازه بدید به ما، نه اجازه بدید. بس سوخت بیارم، سوخت و که زغال میارم، سوخت با شن تمام. سنگ بده دایی جان، درست میشه دایی، تنت سالم باشه دایی. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 21 استک شیشه رو تحویلمون میده ایشون اگر همه رو چیز کنیم. بذار سه تا دیگه بذارم بشه 30 تا قشنگ. لحظه دست از این فکر که من میرم با اون بردار، به من بال و پر که بدی برات میرم تا رو ابرا. دست خر خونه داشته باشیم بعد بریم یا از فارمشن که نه، ولی شن من همیشه دستی میرم میکنم. یه ذره بیشورم چون از داشتهام استفاده نمیکنم، من ناشکرم میدونی. ولی شن بعد داشته باشم اینجا بس. اوه خدای شکرت، واقعا خدای شکرت. خیلی خب این شالکه رو پر کنیم. خب این 27 استک میشه اگه کلش پر شه. بس اجازه بدید، اجازه بدید. ما مقدار زیرش زغال داریم ولی من فکر کنم بالا یه سری زغال اینو بردار بیام. فکر میکنم بالا یه سری زغال رو بنده به شکل کول بلاک درآوردم که کمتر جا بگیرن. اشتباه کردم انگار. به هر حال مهم نیست، فارم زغال داریم توی فارم ویر اسکلتون. فارم زغال هم میشه، میریم اونجا اگه کم آوردیم میاریم. نگران اون اصلا دوستان نباشید. این چیه؟ بلاک اف کول من، بلاک اف کول. آی ام میکینگ بلاکس اف کول من، ا لات اف کول بلاکس. دیگه دایی زاله یکم دیگه هم ببریم. خیلی خب 100 تا تقریبا کول بلاک شد، کم آوردیم میریم فارمرمون میاریم. نگران اونش اصلا نباشید دوستان. شن هم بردار، سوخت اوکی، شن اوکی، فرنس اوکی، در نتیجه مساوی شیشه همه اینا. ولی حاجی دارم فکر میکنم اون دیوار رو هی بخوای بکنی جایگزین کنی با شیشه خیلی سخته چون اون ورش آبه هی آب میاد هی اذیتت میکنه. نه که سخت باشه و خیلی شدنیه ولی آبه خیلی قرار اذیت کنه. آبش این میاد. آسمان چشم او آینه کیست، آنکه چون آینه با من روبرو بود. درد و نفرین، این همه فرنیس درد و نفرینه واقعا. آقا اول یه استک یه استک. آقا شروع نکن به پختن آخه پدر سگ. اونم با چوب. اسفنجامون خوش شد بنکلا. یعنی مقدار کربن دی اکسیدی که واسه یه دیوار شیشه ای داریم هدر میدیم اندازه 500 تا خودرو در ساله. حالا وای میسیم این آماده شه، دو سال دیگه ان شاء الله آماده بشه. آقا تا این آماده شه ما بیکار وای نسیم. خب کاری ولا با اینا نداریم، بریم دیوارو برداریم. یعنی برداریم که چرس کنم. یک ذره این حرکتمون ترسناک خواهد بود که میخوایم برداریم. الان مثلا اینو برداریم. او او او
بکنم نباید برمیداشت. دوستان یک سوالی که ذهن منو مشغول کرده، ما اینجا رو خوش کردیم که دوباره خیسش کنیم، یعنی خب من چجوری این دیوار رو جایگزین کنم؟ ولی این دیوار الان بزنجا دوباره اینا قطع میشه دیگه، فوقشون پایین پایین چیزی هم نیست که به هم برزه. با بردار آقا برد کی به کیه فرقش چجوری برداریم دیگه؟ این بالا رو میتونیم برداریم که سخته آجی، خیلی سخته الان که فکر میکنم این حرکت. وای فکر کنم وسطش بگم گوه خوردم از اون حرکت. آقا یه کاری کنیم، مثلا یه ورش شیشه باشه، آکواریوم طور باشه، خب مثلا همین ورش، بعد بقیه‌اش خب مثلا چیز دیگه باشه، چه اشکال داره بقیه‌اش مثلا یه جنسی داره، فرق نمیکنه توی جایگزینیش، بازم سخته ها. کلا میگم یعنی این حرکت با مثلا اینقدر شیشه هم چیز نکنیم، ولی همه طرف شیشه هم باز باحال، خیلی فقط شلوغ جلوه میکنه. مثلا اگر ما الان اینو برداریم یه دیوار کامل، او تورچ هم نمیتونیم بذاریم که این کامل بریزه راست. او شت، پس برداشتنش هم خیلی کار آسونه نیست، ولی میتونیم این شنا رو برداریم و دوباره از همینا برای پخت شیشه بیشتر استفاده کنیم. خیلی آسونه، خیلی کار راحتی. اکبر چه بلایی بود بر سرمان آمد. یکم شیشه برداریم، اون مقداری که ریدیم توشو بریم جایگزین کنیم ببینیم چی میشه. ببین خیلی راحته. خب اینا رو میذاریم اینجوری. آها ببین چقدر آسونه. دیدی اکبر خیلی بده چون زیر آبه. وای وای پاره ماره ایم آجی. مگر خیلی هوشمندانه کارو پیش ببر. که خدا هم نمیدونم چجوری باید هوشمندانه دقیقاً این کارو پیش برد. برای باسن گشاد من مناسب نیست این کار، ولی فکر کنم پایین بریم راحت‌تر. بذار تست کنیم. تو اولین بارم این حرکت رو دارم میزنم، از بالا آب میاد. چه راحتی، این که سخت‌تر شد که ای بر پدرت درود. این گرویتی بلاکه اصلا نمیتونیم از پایین شروع کنیم شیشه زدن. گوه اندر گوه شد. وای نکنه باید اینجوری جایگزین کنیم کلا دیوارو. یخ بابا شوخی نکنید با من. بره دستم میاد. ببین اب بالا شنا بکنیم بیایم پایین، بعد آب سرازیر میشه با خود اون آب، دوباره میریم بالا شیشه میزنیم. ها برکلا دستم اومد اکبر. گوکاری پشت گوکاری، هی دارم روش های جدید تری رو اوکی میکنم. حالا نمیزنیم اینجوری، باریکلا سرعتی میریم بالا اکبر. حداقل خوبیش تو آبیم، اینجا آبش به درد میخوره. بس هنوز یک چهارم یک چهارم هم نرفتیم. وای از اون سخت ها، سخت کنده مره سخت. بابا دوباره همونجا زدی شیشه رو که بیشور میشه اینقا آدم کودم باشه آخه. زری پوشیم از اورانگوتان پایین تره. آها من یه مشکلی هست بچه، من با صدای این چیزه حال نمی کنم، برای همین هم خرابش کنم. آخش رو مخم بود.
به به چه جای قشنگی آقا تراب بر فراز آسمان ها در فارم گواردین. آقا تراب چی یادم داشتی که اومد اینجا؟ برای کله یه سوال خوب. اشبر من فایر ورک ندارم، یه دونه به من فایر بده بورکم باهاش. چقدر صدای گواردین اینجا زیاد. مردم قبل اختراع قافیه. آقا ما دیدیم که چیز بابا چقدر صدا میاد اینجا. یه دقیقه وایسا، اجازه بدید. نه اجازه بدید به من. تمام شد دیگه صدا نمیاد. ما دیدیم که واسه دیزاین اونجا یه مقدار از سیلنترنا میخوان. گفتیم سیلنترنو فکر کنم میشه از سری ویلیجرام خرید، نمیدونم، ولی با چیزی که اینا میدن میشه ساختش با اون پریزماریانا. و نکته یکی هست اینه که ما فکر کنم 2-3 ساعت اینجا افکی کردم. اوکی. خب تقریبا چسا پر شده. بس بزنیم جواره اینجا رو بزرگتر کنیم که بتوانیم بیشتر بکنیم، یعنی اف کی بکنیم. و با این شاردا و کریستالا ترکیبشون میشه فکرم سیلنترن ساخت. بله. فقط چرا بند شولکر نیاوردم؟ خب مشکلی نیست، تو همین میبریم. فقط این اینا رو میخوایم و بیشتر شاردا رو میخوایم. و فکرم شارد کمتر میدن اینا کلا. هاجی الان که دارم دقت میکنم. اوکی شارد تا میتونی شارد بردار. چیز کریستال ببخش اشتباه گفتم، کریستالا رو کمتر میدم. چاردم بردارو ارزم به حضورتون که دست من پر رفت دایی. بریم من اونجا شیشه کاریاش تمام شد بهتون نشان بدم. خدایی سخت بود پاره شدم. آقا اینجاها من یه رونه پورتال نصفه بود کاملش کردم. آدم گشا نه اون موقع سیوش میکردی دیگه کاکو. خب علاق ای پیداش کردم. خب خیلی هم سخت نبود. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد دهنت سرویس قیمت همه چیز رفته بالا. چرا مملکت گل و بلبل، یعنی در شروع این پروژه اگر من دلار می‌خریدم تا همین الان گیم پروژه وسطشیم، الان 2000 تومان رو هر دلار رفته بود و سود کرده بودیم. بله بازی کرش کرد و پرید بیرون. حالا چراشو نمیدونم، شاشیدم تو ماینکرافت. آقا شیشه همون یه باری که اونا که از خونه بردیم کافی بود. یه مقدار دیگه البته اومدم از خونه باز برداشتم. قشم از شنای همونجا که میزدم میپخوندم، شناشو جمع میکردم و استفاده میکردم. حالا بهتون نشون میدم. آماده دیدن منزل جدید. البته منزلم که هنوز آماده نیست، ولی به به اکبر شیشه ها خیلی قشنگ شده. برکنا یه حرکت رو به جلو. حالا بعد یه مقدار پایین بالاشو تزیین کنیم. آقا واقعا ولی سخت بود، واقعا عذاب آور بود، چون هی آب میماده از تو آب بد میزنه بیرون پوشن ماشین. اینو بالاخره ما با اسپام میشه که مهم نیست، به زودی اسپام حروف میشه اینجا با نور و اینها، ولی واقعا زیبا شد، ارزش زحمت داشت. آقا من این سیلنترنا رو میخوام اینجوری بزنم لایه زیر شیشه که هم بیرون معلوم باشه هم بذار روشنایی به داخل بده. به نظرم ایده جالبیه. فقط بریم یه مقدار درست کنیم و بیایم. به من بگو بی وفا حالا یاره که هستی، از آن عمرم رسید نوبهاره که هستی. میخوام برم دور دورا دلم طاقت نداره. چی شد؟ ریدم. او صدای چیزو کم کردیم، صدای فانتوما نمیاد. خب کاکو مگر من چه روز نخوابیدم؟ خب میخوابم یا ابوالفضل. اگه یه روز بری سفر بریز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم دوباره. او کلی میتونی بزادیم. اگه فراموشم کنی ترک آغوشم کنی پرنده. او چقدر هم شن شیشه اضافه داری. پرنده دریا میشم تو چنگ موج جها میشم، به دل میگم خاموش بمونه، میرم که هر کسی بدونه، بدونه از نمیدونم چی چی آوریم، چرا میری تنها میذاریم. باید اینجوری یه شیشه رو با سیلک تاچ بشگونیم، اینو بکنیم و سپس اینو بذاریم و خیلی راحت است. و بعد شیشه رو آواز اجازه بدید و شیشه رو بزنیم سر جاش. یکی در میونه خوب میره ها. نه دیگه ما کامل دیگه میکنیم دیگه. نه نهایتا تش میم شیشه میذاریم اینجا دوباره. شیشه زیاده. من بگو بی وفا حالا یاره که هستی. چا یه
ده 20 تا 30 تا سیلنترن کم اومد که میریم اون تتمه که تو فارم مونده ورداریم بیاریم دیگه. این بیلمون هم بعد تعمیر شه. کاکو خب این پورتالا رو بعد به سقف وصل کنیم دیگه. سقف وصل نکردن. الان اون پورتالی که ما رو میبرد دم فارم گاردین کجا بود؟ Let me enter my portal. Hello Enderman عزیزم چطوری؟ Please I can't find it. I can't find my portal. او آیفون مای پورتال ایت ایز هیر یا ابوالفضل. آقا سقفش هم میخوام اینا بزنم. حالا سقف که نه منظورم چیزه یا ابوالفضل از همین پورت. یا الله از همین پورتال 400 متر وای که تو فارم. خب بریم ببینیم که ماگما بلاک چه تعداد داریم. اگرم نراشه باشیم مشکلی نیست چون این فارم ماگمای خیلی خفن داریم که میتونیم به راحتی ماگما بلاک درست کنیم. ولی در هر صورت منزل هم داریم. سلام قربان فداتون بشم. بفرما این فارم ماگمای خفنمون آری کلا پر ماگما نیست ولی خب ماگما زیاد داریم اون بار اصلا. من تو این چستا داشتیم باش این فارم تلانه ساخت. بفرما ملاحظه کردی؟ این چیه؟ سلام قربان فداتون بشم. به و از زیر آب چقدر قشنگه. خب شیطون بلاهای من چند استک شیشه برمیداریم. شیشه های پایینه که ترکوندیم و کامل کنیم. حالا تا اینقدر نیاز هست حالا رو بردار. در مرحله بعد ما یک چند استک مثلا 4 استک ماهی رو میچپونیم اینجا که بپزه. دور تا دورش رو خالی کردیم بشیش. اینو چرا کندم؟ بیارم باشه بیارم درست. وقتی تو آب شناوری کار کردن خیلی سخته. بچه آب این ور چرا خشک نمیشه؟ من دارم میترسم. ما کل این دیوارا رو ریختیم پایین بعد که دوباره گذاشتیم سر جاش آب خشک شد. الان یه لایه برداشتیم و این آب اینجاست. حس میکنم اینا بلاک آب دیگه و خشک نمیواد. فاکرجی دارم استرس میگیرم. بذار اول شیشه رو کامل بچینیم بعد قضاوت کنیم. بچا جدی داره آب خشک نمیشه. وای استرس کرد دوباره اوشن از اول خشک کنیم. با اتفاق من این دیوارا رو کامل میریختم پایین آب میومد تو بعد دوباره میبستم درست میشد. آب از من گرفت. خب آقا الان شیشه ها کامل بسته شد. این ور خشک خدا رو شکر. اونور مشکلش چیه دردش چیه من نمیدونم. What the fuck آجی یعنی به کجا وصله؟ این به مرکز آب وصله انگار. یعنی چی پشمام واقعیه کیک نیست. چرا نرفت؟ یعنی چی الان این چیه؟ چن من متوجه نمیشم در این مپ چه خبره. یک بار این بازی یه روده راست تو شکمش نیست. حالا اینجا خیس باشم قشنگ بده. من که دست بکاشم قبل اینکه تو اوشن رو خوش کنیم بعد فعلا بیرونش ولی خیلی راحت خوش میشه این حرفام پس میگیرم. چرا تقریبا راحت خوش میشه. فوک مگه میشه همچین چیزی؟ خوب شد موقع که دیوار به اون گندگی رو چیز کردیم این بلاها سرمون نیمد بعد بخشیم. یا الله یا الله اسفنج مفت سنگ مفت گنجش مفت بزن بریم اکبر. برم یک جوری طراحی شد که ما یک فارم آب بی‌نهایت. وای وای بذار اول ردیف خوش کنیم. خب من اینه با سطح جمع میکردم تا الان سطح جمع شده بود. چه خبره دوتا مفت مگه همینجوری میذاری؟ اسفنجا ببینید چقدر با جزء با ارزشترین آیتم های باخش. حالا کاری ندارم اینا قابل کنترله ولی چرا اینجوری شد واقعا؟ به او بگو بی وفا حالا یاره که هستی. خیلی خب این مشکل برطرف شد. بریم ماگما بلاک ها که بالا میخوایم بذاریم اسفنجا رو بذاریم دوباره بپزه که خوشه که ما بتونیم عملیات خشکسازی اوشن رو به درستی انجام بدیم. ترکیب رنگش رو دوست دارم. بعد قشنگ هر کی راحت اومد فرود اومد اینجا میسوزه. بریم آقا بریم که درسته. برو درسته برو. آقا اینجایی که قراره بشه خونه جدیدمون رو واقعا دوست دارم. حالا البته هنوز اولای کارشه. به 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 ببین چه نمایی داری که حالا مونده کارمون باش ولی دوستش دارم تو همینجا. به نظرم دیگه باید دلو به دریا بزنیم یه بیلمون رو بریم اوکی کنیم و بیم و حمله کنیم به داخل اوشن که یه ذره فکر کنم خطرناک باشه نمیدونم. بس سلامون که تعمیر کردیم الان همه چی روال آماده ورود به اوشن هستیم. این قسمت خیلی قسمت مهم و خطرناکه. نمیدونم به چیز نیاز داریم یا نه. به عرضم به حضورتون اوشن فکر کنم نمیدونم شاید نیاز پیدا کنیم. فقط این من ست سیلنتر نه اینجا کش رفته بودم اینا رو بذارم سر جاش مثلا یه چیزی رو تست کنم. خیلی خب ماشین رو خراب نکنیم. بریم منزل جدیدمون رو درون اون کاخ زیبا رو که قرار مال من بشه. مال من که هست فقط توش ذره خیسه. بریم خوش کنیم. نمیدونم چند سری باید با اسفنج بریم خوش کنیم اونجا رو بیایم. ولی خوب ما و برای تنفس درم بسازیم و آخرین نکته این بیکن عزیزمونو که یا هم بده من از هیست که نیازی سلام بکنیمش ریجنریشن به نظرم بیشتر لازم. در رو واکن که بسم الله. ها ببین بسم الله بذار استرس هم خیلی طول میکشه به نظرتون؟ من هیچ اطلاعی ندارم.
در باز. به 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 ای جان ای جان. بپاشید بیرون ارازل که صاحبتون اومد. فارم باباهاشون هم که ساختیم و دیگه روال. آقا یا الله یا الله. تشریف بیارید دوستان، تشریف بیارید. به به، اولین اسفنجو میگذاریم، دومی رو میگذاریم، سومی رو میگذاریم. خب اسکرین هرچی بگذاری از بالا هم میان دیگه. ای بر پدر درود. بابا من تا من اینجا بیام بیرون. حاجی چیز میخوایم با این حساب؟ حاجی اینجا قبلا لوت کردیم، راستی پر چیز داره الان. پر دره، دقت کردید؟ نمیتونیم نفس بکشیم با همینا. خوبه. در اضافه هم که داریم. تمام شد. خدایا به دست گاردینا کشته نشیم. بذار اینجا این اتاق خوش از بالا بریم خوش کنیم بس. نفستو میگیرم گاردینا پدر سگ. وای. اوه اوه اوه. حاجی خیلی بزرگه. اسفنج زیادی میبره. وای باورم نمیشه. اوشن خشک چقدر باحال توش خوش میشه. آقا فقط که اینجا زندگی میکنه یه ذره برای یه سری تغییرات لازمه، ولی قشنگه. خدای اوشن جزو بناهای زیبای بازیه. یا الله یا الله یا الله یا الله. کمک کمک. آره بگم شو. آره بگم شو. من اینجا به دست شما لاشه خورا نمیمیرم. لاشه خورا واسه بگم لاشه خورا من لاشه خورا. برو فرار کن. بده چه صفت بده. برو گوز صدا دار. برو بابا اینجا رو خوش کن. خب اینا بمیرن دیگه. اسکلی تو هم. Where is the source of this water? It's here I guess. اوکی okay. آها با شمشیر میزنم. بیا اینجا. همش آبه که اینجا. بابا اینجا رو خوش نمیشه. سری بلاک های مزاحم رو مثلا باید بکنیم تو این اوشن دیگه. مثلا الان اینا رو بکنیم دیگه. اینا دیگه ما میخوایم اینجا رفت آمد کنیم. اینا جلو راهمون رو میگیرن فقط. میدونی بکوب اسفنجا بکوب پیش بریم. به 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 به. اصلا نیاز نیست بکشم تو خودتون خشک میشید الان ای پدرسی. به 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 به. خوش شد. تمام تمام که یعنی این اتاق منظورم ها. آی 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 خطرناک خطرناک است خطرناک. اسفنج بکوب الان خشکت میکنم. فعال محیط زیست. آها زد چه بزن. گیره کن گیره کن. نه گیره کن. بدو بدو هر اکو گو خوردم. بچه یه روز یه ماهی پیر داشته میمرده، بعد بچه هاشو جمع میکنه که نصیحتشون کنه، وصیت کنه در از براشون. برمیگرده میگه که چون زیر آب بوده دیگه. صدا این چیزی نیست. تو پر چرا میگه فان تاکزی. خب بریم به قسمت های جدید اوشن نفوذ کنیم. آ این وره پیداتون کردم اکبر. یه قسمت داشت وسطش طلاه. اونجا خیلی باحاله. بگو همین. نه اینجا نیست راست. بده من این اسفنج رو. آ بزن بالا بزن بالا بریم بالا بریم بالا. آها داستان عجیبی دلم تنگه واسه مجیدیه، واسه بچگیام، واسه زادگاه، واسه مدرسه، واسه باشگاه، واسه زبری دستای آقا، اخهای بابام، حرفای ماما. اینی که هست فرق داره باها، واسه اینه که درد داره کارام. دلم تنگه واسه عادی بودن، واسه دور از چیزای مادی بودن. اوه اوه اینجا خیلی سخته. یا ابوالفضل آخر اینجا حالا داخل کار داریم. یا اکبر اینا چی آخه اکبر؟ آقا سلام. یا الله یا الله. چه اینجا به این راحتی خوش نمیشه بزرگه. اتاق کوچیکا راحت خوش کردنش، ولی اینجا نه. بودو بودو خود نکشتنه خوشکشون کن. به خوشگونشون پدر سگا رو. وای 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 وای. سلاح هم در برابر اینها اسفنجه. خب گریه کنی گریه کن. بودو زجه کن زجه کن. منو منظورم بود که ناله کن سگ پدر دراز. بودو بینم زارت زورت زرت. حیفم میاد اسفنجو حیف اومیل نشن. الان با این حساب 7 تا اسفنجمون نیست فقط. خب خوبه. آمار تلفات پایین این 7 تام تازه اینجا هاست. بفرما ملاحظه کردید؟ ولی نمیخوام بپزمش، میخوام به سرعت خشکشو کنم. وایسا چه میری الان چی کشف کردم؟ این که این هوم افیشنسی نداره. مگه میشه در صورتی که من یه هور دارم که افیشنسی داره. میگم اسفنج رو من خیلی سریعتر از این حرفا میکندم. به زودی این قلم روی زیبا رو ترک خواهیم. ترک که حالا نه، ولی چه بیشتر میری اونور اونورا. بله ملاحظه میکنم که اینم که اومبرکین من. آ این هو اصلا میگه من هو ندرایتی داشتم. خب احمق بیشو چرا هو تو نبردی تو چی؟ بارم اندرمن واسه تعمیر ابن نه همینا یه افیشنسی 5 بزن درش بریم. وای خب اینا رو مرتب میکردی. خدا چرا عاقل کند کاری که باز آرد ببینونه. خب اینجا انویلم میزدی دیگه کونگو شاد. وای من چقدر بد تاوان گشادیامو بدم دیگه. خسته شدم دیگه. خدا شما الان خوش میشی میمیری به درک واصل میشی. آشغال ازتون متنفرم. بد قلق ترین و تخمی ترین موجود ماینکرافت. به اینجا کجا
الان میخشکانم اتام پدر سگا. باز تو دقیقه رفت آمد اینجا جمع شدید. آها 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 یا ابوالفز، بسم الله الرحمن الرحیم. محمد دهنت سرویس قیمت اسفنج خیلی زیاده، همینجوری نزن. وای 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 کمک 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 کمک. آهنگ است میگه کمک کمک کمک. وقتی روبوده شدی و دنبال کمک میگردی. بسم الله الرحمن الرحیم. وصیت میکنم بعد من سند این اوشن مانیومنت رو بین تاکسی گارمیا تقسیم کنن، بشه مکانی برای یادبود. من مجسمه منو بسازید این وسط این پدرسگا. بس دیوار دفاعی، دیوار دفاعی، دیوار دفاعی، دیوار دفاعی. آخش امنیت خالص. حمله برو، مال این گیخوریا نیستی. برو 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 برو. آها 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 ناموسن من اینجا رو الان چه جوری خوش کنم؟ وای یادم نبود این اتاق. کردن داخل اوشن فکر می‌کنم خیلی راحت‌تره، ولی سخت بود چون خیلی اتاق سوراخ سنبه داره و هنوزم مطمئن نیستم بچا کلشو خوش کردم یا نه. بعد این ماد بیری کامرا رو نصب کنم که کامل همونجا میشه باش دید، با اون چیز کنم چک کنم، ولی تقریبا تمام شد. اینجا هم پورتال ساختم که تون تون می‌رفتم استنجامو خوش می‌کردم و اینم هم اتاقی که این وسطش طلاه. حالا آره اینجا طلا اون صاحب شدیم همه چی رو اکبر. دیگه عرضم به حضورتون که اینجا خروجیه، میتونیم اینجا هم بریم بیرون. اینه که قبلا شم بود دیگه، اونا رو برداشتیم راحت، چون بیرون خشکه داخلم خشکه دیگه، همه جا خشکه. به به والا نیاز الکل والا خوبه در کل. نمیدونم این آقا دکتر یا کلانت. خب حالا بیرون خوش، داخل خوش، همه جا خشک. آماده دیزاین های حرفه‌ایه. شما دیگه بعد نظر بدید که این اوشن زیبا رو که دیگه شد منزل جدید تراب، بالاشو چیکار کنیم، کجاهاش بیکن بسازیم، داخلشو چیکار کنیم، مثلا مهمتر که داخلشو چیکار کنیم. و این دیوارا هم که اوکی کردیم و واقعا لذت بخش دیگه، بقیشه بیشتر با نظرت شما پیش میبریم. به 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 برکات وجود من داره بارون میاد. چه بازی قشنگیه این ماینکرافت. حالا این عرفان نمیذاش من اینو بازی کنم. واقعا قشنگه. اینا چیه؟ جعبه است. بله جعبه. اینا چیه؟ اینا اجاقگاز. به به عرفان تاسکی گفتش که اوشن موشن نمیدونم نمه نده چیز کرده. اکبر خلاصه من به شما بگم که این توضیحات و عرفان داد اوشن رو بلاخره بلاخره ترتمیزش کردیم، بلاک های اضافه را حذف کردیم، پس کف پوشش کردیم با ستون بریک. ستون بریک، this is fucking stone brick man. Okay, that's stone brick. And نکته مهمتر این ماجرا اینه که تمام شنهای اینجا رو با شیشه جایگزین کردیم که دهنم سرویس شد، یعنی دهن ارفان تاکسیک در واقع سرویس شد. و آقا تراب اینم که ورودی اوشن حالا بهتون نشون میدم. این قسمت سخت‌ترینش بود. سپس لایه زیرین را با سی لانترن با استفاده از فرم گاردین. What the fuck is this man? What the fuck? Okay, double check. دو ابوالفز اجازه بدید یه دونه استون بیری این کندیم اشتباهی درست شد. لایه زیرین با سی لانترن که از بالا یک نمای بسیار زیبا مدرن. ببین نور پردازی های مدرن توی این بنا کارشون مدرن، اینجا قرار خونه ای آینده مون باشه. خب و در قسمت بالا از این بلاک های درخشان که عرفان گفت اسم اینا ماگما بلاک، که این یه جوری که مثلا پرنده برنده اینجا میشینه اینجوری میسوزه دیگه. حالا درست ماینکرافت پرنده نداره، ولی حالا ایشالله در آپدیت های آینده میاد، ما به فکر آینده بود. اما سخت‌ترین قسمتش، البته گفتم شیشه ها سخت‌ترین بود، اشتباه گفتم، سخت‌ترین قسمتش خوش کردن داخل اوشن بود. خیلی هم سخت نبود، ولی یه 3-4 بار اسفنج خوش کندیم و بعد دیگه الان میتونیم تو اوشن همینطوری رفت آمد کنیم. این یابو فقط دوستان من
یه چیزی برام، سوالی یعنی برام به وجود اومده که ملت دور اوشن رو خشک میکنن، حالا بیس رو میسازن، اوکی تا اینجا قبول. توی اوشن یعنی همینجا رو که خشک میکنن و دقیقاً چیکار، یعنی من اینو چیکار کنم؟ یعنی مثلا به ما اینجا اتاقهایی داریم اینا خالی، یادش بخیر اینا مال دوره ماست، این بناهای تاریخی. خیلی حس جالبیه که اوشن خشکه و توش میتونی قدم بزنی. واقعا حس قشنگیه، واقعا دارم لذت میبرم. میگم تمام این راهروها رو با اسفند، اینها اسفنجا هنوز دستم خوش کردیم و زیادم سخت نبود، یه ذره سخت بود. اصل مطلب یادم رفت. اصل مطلب چی ارفان تاکسیش برای کلا؟ یه سوال خوب. آره حالا برین تو اوشن مانیومنت بی شعور. اه کجا رو زدی بلاک؟ واس اجازه بده این اضافه شد فکر کنم. آقا یه دقیقه برون بر من معذرت. حیوان داشتی میریدی به هاردکور من؟ ای بر پدرت درود بفرستم. بله داشتم میگفتم که بلاکو بکن بذار اینجا، اینم بذار اینجا، اینم بذار اینجا. یه سری بلا، یه سری تعمیراتی میخواد مثل همین که دارید میبینید. بقیه سالم خرابش نکردیم. حالا در ادامه نویسید داخل اوشن رو چیکار کنیم، بیرونش رو چیکار کنیم و اینکه بیستمون رو برای زندگیمون رو، یعنی ور داریم بیاریم اینجا یا ور نداریم بی نیاریم اینجا. منتظر نظرات زیبای شما هستیم و طبق نظرات شما تقریبا اینجا رو پیش میبریم. دوستان گلم مرسی که همراه من بودید امروز. لایک کامنت سابسکرایب رو نره برید، دست پدر مادرتون رو ببوسید که فرزندان به این باحالی تربیت کردن. از مراقب گرد خورد کسی کارتون باشید، دوستتون دارم خیلی شدید، به مدت خیلی مدید میبینمتون، فعلا تا بعد، بای بای. شیخ تاکسیک رپر باشه میگه زودتر دنبال پیشرفت باشی، 10 سال پیش فرق داشت، هیچ وقت تا این انزه دنبال رپ نبودم، سر زبونم چاق نبودم، از زنانم داغ نبودم، پی پرواز نبودم، او یا از پشتم بال دارم، بهم گفتن قول داری پول دار بشی روی فرشای قرمز خوب را بری، مثلا دوستات اورژانس بشی روی روزنامه توفان کنی بیا تو پارک کورس باشه روز کار کنی نمیدونم چرا.